پیش از دوم و این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیرا از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا دو مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهرا مشکل انتقال این دو جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیت به این پروازهای چارتری حل نمیشود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که در باره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد. آیدی قضیه دو جوان مجروح، مجروح تاجیک، شهروندان تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته میتوانم که یکی از این جوان ها که باهوش است میبیند ولی خب حرکت کردن نمیتواند. یک ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک یک ماه میشود که در شعبه احیاگری قرار دارد و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علیانیدونا، چون با ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود، ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است، چون که نیاز به متخصص دارد، یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم می شود. و جوان دیون که شما در نوار میبینید در یک کارگاهی سیمنبراری کار و فعالیت میکرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخ های ماشین ها ترمیم میشوند. روزی یک شنبه هفته گذشته نمیدونند، هیچ کس نمیدونند در کدام حالت چرخ ماشین ترکش میبرد. این چرخ ماشینی بارکش و الان یک هفته میشود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و میبایش معالجه یابد، یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته تا جای اطلاع یافته مرکز تاجیکان مسکو که شما رهبرش هستید الکای به قدر امکان کوشش دارد با یکی از این جوانان بیمار دستیاری دراز کند، ولی معلوم که چنین نفرون نیازمند کمک کم نیستند. احوال آنها در شرایط بسته بودن مرزها و طول یافتن اثرگیری پروازهای دائمی چی می شود؟ این سوال دیگری من از عزت امان بود. بله، من با خواهش شما موافقم که مریضی ها خیلی زیادن، نیازمندان خیلی زیادن، مردم بعد از برداشته شدن کارانتین تا حال کار نیافتند، بسیاری ها به جای خواب موندن، به پول موندن، نیاز به بازگشت دارند. ولی امیدوارم که ماه سپتامبر کاملا کارانتین برداشته میشد و رئیس ها شروع میشوند و این نیازمندان برمیگردند. با سپاس از عزت امان، حامی حقوق مهاجران که در روسیه با ما صحبت کرد.